حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. عدم و نهایت احترام خدمت شما بزرگوار، بنده لغمانی هستم از فنان مزاحم شما میشم. البته و اونون یکی از بیننده هایی که همیشه برنامه های شما بزرگواران و به ویژه برنامه اون روی سکر همیشه دنبال میکنم، ولی خب البته نظر یا در کل به اصطلاح چیزی را که من میخوام به عرضتون برسانم این است که جناب آقای انصاری نهایت ارجمند استاد بزرگوار، من به کرات تلاش کردم تا با شما تماس بگیرم. من هم سنی هستم، مسلمان هستم، از ولایت لغمان افغانستان هستم. متاسفانه هیچگاه موفق نشدم که با شما در برنامه زنده آن روی سکه صحبت بکنم و من هم درد دل بسیار زیادی دارم درباره ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها که متاسفانه منافقین و مرتدین روافض درباره آن مادر بزرگوار علی کرم الله وجهه اهانت های بس از یا اهانت های بس زیاد را مرتکب شدند. متاسفانه من باید این گونه برزتان برسانم که چطور میشه درباره مادران روافض هم برنامه داشته باشیم تا یک کمی درباره خانمان روافض، مادران روافض، مثلا درباره خانم خمینی و همچنان خانم خامنه ای و تمام مثلا خانم امام رضا صحبت بکنیم که چند تا خانم داشتن، خانمش چه کاره بود، در کجا می نشد، چی می کرد، چی نمی کرد. بسیار خوب خواهد بود ما ببینیم که به اصطلاح اینها چه عکس العمل نشان می دهند. این از نظر من و من محکوم می کنم اندیشه و عقیده تمام تشیع را، چه برسه به اینکه روافض باشه یا نه، به خاطر اینکه این مذهب پایه و اساس قومی، نژادی، سمتی و تعصب در برابر قرآن و حدیث و همچنان تمام کسانی داره که اسلام را، کلمه توحیدی را به سرزمین های پارس که من هم یکی از فرزندان پارس هستم، این کلمه توحیدی را به اینجاها رساندن با خون مقدسشان و با انرژی کامل که در راه حق و عدالت قربانی نمودن. و این گونه است که اینها به اصطلاح اظهار تعصب میکنن، اظهار یعنی اظهارات خشن و فحاشتگونه را در برابر مقدسات مسلمین ارائه میکنن، چه به نام شیعه، چه به نام روافض، به هر نامی که باشه. مثلا ایرانی ها متاسفانه بسیار تعصب دارن در برابر مقدسات ما مسلمان ها، ولی متاسفانه اکثر انسان ها گول خوردن، گول روافضین را خوردن و به اصطلاح شیعه شدن، یا بر اساس ظلم یا بر اساس جهالت. مطالعات قرآنی ندارن، مطالعات اسلامی ندارن و از تاریخ اسلام آگاهی خوب ندارن، بنابراین اینها گول خوردن. و من از شما خواهش میکنم که برنامه های را باید صورت دهید تا بتوانیم درباره خانم های روافضین و او افراد و اشخاصی که به پایه و اساس مذهب رافضه‌گری را شامل میشن درباره ناموس و اون افراد و اشخاص صحبت بکنیم که یک کمی به اصطلاح امی شأن و جایگاه و منزلت عقیدتی
مذهب وحشی رافضه‌گری را هم به اصطلاح بفهمیم که اینها در چه جایگاهی قرار دارند و اینها کی هستند، از چه کسی دفاع میکنند و در برابر چه کسی موضع گیری میکنند. جهان سپاس، با عزت باشید دوستان نهایت بزرگوار، استادان عزیز، با عزت باشید. تشکر از شما برادر عزیز بزرگوار. من اول این که با شما مخالفت بکنم در این که فرق بین شیعه و رافضی نیست، بالعکس ما خیلی از شیعیانی هستن که صداقتشون، امانتداریشون، اعتقاداتشون از بعضی از سنی های ما هم بهتر است و من دوستان شخصی دارم از بین کسانی که شیعه هستن و میگن که شیعه هستن، شیعه علی هستن، موحد هستند، یکتا پرست هستند، خرافات و شرکیات و این خزعبلاتی رو که روافض بهش اعتقاد دارن اعتقاد ندارن و جمله بهترین دوستان من هستند و هر جایی که هستن الله سبحانه و تعالی اونا رو حفظ بکنه و کلن به جریان تشیع و به اینکه شیعه هستن به عنوان یک مذهب فقهی، به عنوان یک جریان سیاسی، به عنوان یک تفکری که جدا از اصول اعتقادی هست نگاه میکنن و در اصول اعتقادشون با اهل سنت هیچ مشکلی ندارن و توهین نمیکنن، لعن نمیکنن، نفرین نمیکنن. ما هیچ وقت نمیتونیم اینا رو مثل اون روافضی قرار بدیم که دچار شرک و بدعت و خرافات و طعن و لعن و نفرین و مشکلات دیگر هستن. همچنین در این که ما هم بیاییم در مورد خانم خمینی و خامنه‌ای و بزرگان روافض صحبت بکنیم، اولا بزرگانی که اینها به عنوان ائمه خودشون از اونها یاد میکنن بزرگان اونها نیستن بلکه بزرگان ما هستن و محبت به آنها، احترام اونها، تقدیر اونها، تمجید اونها، تکریم اونها از جمله ایمان ماست. ایمان من سنی کامل نمیشه مگر اینکه اصحاب و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو دوست داشته باشم و به اونها احترام بکنم و از هر کس که به اونها بی احترامی بکنه، با اونها دشمنی بکنه، از اونها اعلان براءت و بیزاری بکنم، که این یک اصلی هست در ولا و براء در توحید. کسی که این رو مراعات نکنه توحیدش مشکل داره. ثانیاً ما مثل اونها نیستیم، ما قرآن داریم، قرآن دستور زندگی ماست، در دعوتمون، در تعاملمون، در رفتارمون، در اخلاقمون سعی میکنیم، نمیگیم که کاملا پیرو به قرآن هستیم اما سعی میکنیم از قرآن پیروی بکنیم، تا جایی که میتونیم سعی میکنیم به آیات قرآن عمل بکنیم. یکی از آیات قرآن که به ما تعلیم میده روش تعامل، روش مقابله با مخالفین، این آیه مبارکی هست که الله سبحانه و تعالی در سوره فصلت آیه 34، احمد جان نشون بدید، بله جزاک الله خیر، میگه لا تستوی الحسنة ولا السیئة، میگه هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، یعنی کسی به تو بدی کرد تو هم مثل اون به اون بدی نکن، چرا که بدی و نیکی یکسان نیست، بدی جزای خودش رو داره و نیکی پاداش خودش رو داره. بعد میاد بعد از اینکه این رو بیان میکنه قرآن کریم و الله سبحانه و تعالی میفرماید که ادفع بالتی هی احسن، همیشه به نیکوترین شیوه پاسخ بده. اگر کسی بخواد به من دشنام بده منم به اون دشنام بدم، خب فرق بین من و اون چی شد؟ به همین دلیل میگه ادفع بالتی هی احسن، اگر به تو دشنام داد تو در مقابلش دشنام نده، تبسم بکن، براش طلب هدایت بکن. فرق بین مؤمن، فرق بین منافق باید باشه، فرق بین انسان با فرهنگ و انسان بی فرهنگ باید باشه. این که میاد توهین میکنه، فحش میده، ناسزا میده، این انسانی است که فرهنگ نداره، دین نداره، ایمان نداره در هیچ دینی، ولو اینکه بودایی باشه، یعنی بت پرست باشه، حتی اینایی که در هند و در آفریقا مثلا حیوانات رو میپرستن، در هیچ دین و مذهبی شما نمییابید که فحش دادن، توهین کردن و اهانت کردن جز مکارم اخلاق محسوب بشه، الا در دین رافضه، الا در دین روافض، در دین آخوندها که فحش دادن و توهین کردن قربتا الله انجام میگیره. کسی که بیشتر فحش بده مؤمنتره. الله سبحانه و تعالی میگه نکرمکم عند الله اتقاکم،
اینا میگن که نیکوترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی کسی است که بیشتر فحش بده. البته اون خدایی که اینا بهش اعتقاد دارن غیر از اون خدایی است که ما بهش اعتقاد داریم، طبق اعترافاتی که خودشون دارن. این که میگه ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، همان کسی که میان تو و او دشمنی است گویی دوست صمیمی است. یعنی چنان شما با دشمنت برخورد بکن و ادفع بالتی هی احسن، با روش نیکو برخورد بکن، که انه، که این شخص دوست صمیمی شماست. ما باید برای همه بشریت دلسوز باشیم. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دلسوز بشریت بودن، دلسوز برای همه انسان ها بودن، میخواستن که همه انسان ها هدایت بشن، میخواستن که همه انسان ها رستگار بشن. به خاطر رستگاری بشریت این همه تحمل و مشکلات رو کشیدن و سعی کردن که بشریت رو به سوی توحید و یکتاپرستی و فلاح و رستگاری هدایت بکنن. اگر همه بشریت هدایت میشدن یا هدایت نمیشدن، مگر برای الله سبحانه و تعالی فرقی داره؟ در حدیث قدسی الله سبحانه و تعالی میفرماید که اگر همه شما مانند یک مرد باشید، همه تون کافر باشید، هیچ چیزی از ملک الله سبحانه و تعالی کم نمیشه. اگر همه شما مؤمن بشید، متقی بشید، پرهیزگار بشید، 24 ساعت نماز بخونید، در ملک الله سبحانه و تعالی چیزی زیاد نمیشه. هر چی میکنید برای خودتون میکنید. و این امرگونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پی هدایت و تلاش بشریت بودن، که حتی قرآن کریم خیلی جالب میگه در این آیه الله سبحانه و تعالی فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. ای محمد، پس گویی میخوایی در پی ایشان خود را از غم و اندوه هلاک سازی اگر به این سخن، یعنی به قرآن، ایمان نیاورند. یعنی از بس پیامبر صلی الله علیه و سلم حریص بودند، زجر و زحمت و مشکلات را تحمل میکردند برای هدایت یک نفر. روزها، شبها در مکه تک و تنها، هیچ کسی هم نیست، نه لشکری، نه صدها هزار نفر صحابه، یک زن ناتوان خدیجه، یک دختر خردسال فاطمه و علی کودک خردسال و ابوبکر صدیق که نه لشکری داشت و نه دم و دستگاهی و زید ابن حارثه که غلام ایشون بودن، انسان‌های مستضعف و اندک با قبائل تا دندان مسلح مشرک درگیر شده بودن، اونا رو دعوت میکردن برای توحید یکتاپرستی. داستان حکایت نوجوان یهودی در مدینه خیلی جالب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر روز این رو میدیدن، دیدن که مدتی ناپدید شده، پرسیدن کجا، گفتن بیماره. وقتی رفتن سر بالینش دیدن که در حالت جان کندنه، دعوتش کردن به توحید که شهادتین رو بگه، و به خاطر همین کلمه شهادت و داخل شدن در اسلام گفتن شاید که بتونم در روز قیامت برای تو شفاعت بکنم. تصور بکنید، میخواد که این جوان یهودی رو تا آخرین لحظه زندگیش وارد توحید بشه، وارد یکتاپرستی بشه، که شاید بتونه در روز قیامت به شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد بهشت بشه. این جوان به طرف پدرش نگاه میکنه، به طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه میکنه. پدرش سری تکون میده، میگه به حرف ابوالقاسم گوش کن، چون یهودا میدونستن که ایشون پیامبر هست. اصلا برای اینکه به پیامبر ایمان بیاورن اومده بودن در مدینه ساکن شده بودن، چون در تورات ذکر شده بود علامات محل بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، علامات محل اجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما تکبرشون، مثل این آخوندا، تکبرشون، خودخواهیشون، مال پرستی، دنیا پرستیشون نگذاشت که به محمد مصطفی ایمان بیاورن.
این جوان شهادت این رو میگه و بعد از اون روح از بدنش جدا میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم شادان خندان و تکبیرگویان از خانه این یهودی خارج میشن و میگن که الحمدلله که او را به وسیله من از آتش دوزخ نجات داد. ما وقتی دعوت میکنیم مردم رو به سوی توحید، هدف ما غلبه نیست، هدف ما این نیست که بیایم عقیده خودمون رو به زور قالب بکنیم به دیگران. لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری نیست که من کسی رو مجبور بکنم که عقیده من رو قبول بکنه. اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، تو هر کی رو دوست داری نمیتونی هدایت بکنی، این الله است که کسی رو بخواد هدایت میکنه. پس روش دعوتگران حقیقی این است که ادفع بالتی هی احسن، وقتی با کسی برخورد میکنی باید با اون روشی که اون با تو برخورد میکنه، اگر به تو توهین میکنه، اهانت میکنه، اگر بخوای به اون توهین و اهانت بکنی همونطوری برخورد بکنی. پس فرق بین تو اون چیه؟ یک گمراه اون، یک گمراه تویی که داری با این گمراه به همون وسیله داری باش برخورد میکنی. پس روش ما روش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که از سیرت ایشان، از قرآن کریم این رو آموختیم که ادفع بالتی هی احسن و ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، مردم رو دعوت بکن به راه پروردگارت با حکمت و با موعظه احسنه. با حکمت یعنی با علم، با منطق، با دلیل، با برهان. چه بسیارن کسانی که اومدن 10 بار، شاید که 20 بار، 30 بار، 50 بار کلیپاشون رو ما داریم، با ما بحث کردن، چون هدف رسیدن به حق نبوده، حق براش جلی و آشکار روشن شده، میدونه که حق چیه، اشتباه کرده، به گمراهی رفته، همون غرور و تکبرش بهش اجازه نمیده که حق را قبول بکنه. چون در پی حق نیست، هدایت پیدا نمیکنه. من جالب است در کلیپ هایی که مهتدین میفرستن و در برنامه اعلان هدایت میکنن، یک روز داشتم همینا رو همینطوری گوش میدادم، یکی میگه من بعد از 3 سال هدایت شدم، یکی میگه من بعد از 2 سال هدایت شدم، یکی میگه من بعد از 1 سال هدایت شدم. کمترین کسی که اعلان هدایت کرده بود گفت من بعد از 3 روز هدایت شدم. سبحان الله. گفتم واقعا این معجزه الهی است که میگه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، این الله است که هدایت میده. طرف 3 سال، 3 تا 360 روز این وصال حق رو گوش کرده، بعد از اون هدایت شده. یکی فقط 3 روز، 3 تا 24 ساعت. اینه که الله سبحانه و تعالی کسی رو که بخواد هدایت میده. من تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوارمون. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به همه ما این توفیق رو نصیب بکنه که پیرو واقعی قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني.